به نام خداوند بخشاینده و مهربان. سلام هموطنان گلم، امید دارم خوب صحتمند و سلامت باشید. دوستان عزیز، باز هم یکی از گزارش های دیگر برنامه اقتصاد و پرمختک است و من میلاد هدی در خدمت شما. قسم هم که شما میبینید، ما امروز آمدیم به یکی از فابریکه هایی که هموطنان ما سرمایه گذاری کردن و اینجا تولیدات و وسایل بمبه است. دوستان، هر تولیدی که از باعث رشد اقتصاد کشور ما گردیده و ما میتونیم که یک اقتصاد بسیار خوب داشته باشیم. فابریکه تولیدی است اینجا، سر صدای ماشین‌آلات هم بسیار زیاد است. ما در این ابتدای برنامه از شما خواهش میکنم اگر صدای ما را درست شنیده نمیتونید، ما شما را پذیرا شه. دوستان، قبل از اینکه به اولین مرحله کار برویم، چه خوب است که چند تصاویر زیبای از جریان کار را در این فابریکه ببینیم و زود برمیگردیم. زړه سر ویتی تلودان هور د مسلمان ګران افغانستان دا دلان وطن دا د شهیدان وطن ټول لرو بر زړه سر عزیز، تصاویر با هم یک جا دیدیم. در بخش اول برنامه هستیم، پس چه خوب است که من در رابطه با اولین کاری که در این کارخانه تولیدی وسایل بمبه است برتان به نمایش بگذارم و شما میبینید که ماشین به خاطر برش کردن آهن میباشد. و چه خوب است که در این قسمت از برنامه ما نظر خود رئیس فابریکه را بشنوم که در رابطه با اولین مرحله بر ما بگویند که برادران ما اینجا چگونه کار میکنند. رئیس صاحب سلام، خسته نباشین. از شما هم خواهش میکنم که لطفا بلندتر صحبت کنین، چون اینجا وسایل است، ماشین آلات است، صدا شما را ما درست شنیده نمیتونیم. مننه علا دی قدرمن که علا دی ذاتمن که جمون پوښتنه دی وکړه. او دغه د کنچی ماشین دی، دې باندې مونږ د هینډپمپ کټنګ کوو. هینډپمپ ته چې څومره وسایل دي هغه کټنګ مونږ کوو. دا ماشین دی، دا زمونږ پورمین دی، دلته کار کوي. نو برقو مسایل دي، د نورو داسې مسایل دي، ژمی راغی، برقونه هم کله یوه میاشت کټ شي، کله لس ورځې کټ شي، او اوس فلحال انشاءالله جوړ شوي دي، نو تولید مونږ شروع دی. رئیس صاحب، که دا ورور مورته زحمت نه کیږي خپل کار پیل کړي چې مونږ نږدې نه وګورو. ښه، صحیح ده، انشاءالله کار به دې را پیل. رئیس صاحب، دا اوسپنه ولې کټ کیږي؟ نو دا اوسپنه مونږ خپل هینډپمپ دپاره کټ کوو، بیا مونږ هغه پیسونه جوړوو چې مونږ تر څو وکولای شو چې هینډپمپ جوړ کړو. رئیس صاحب، که تاسو ته زحمت نه کیږي لږ دې خوالار شو، دلته غږ ډیر دی، بل لږنه چې اوسپنه بیا کټ کیږي بیا څه کیږي؟ نو بیا ځي دغه دې نه پریس ماشین، دا پریس ماشین کې هغه چې کوم ناپ ته هغه کې بیلډنګ کوي، هغه کوم سوري دي هغه کوو، بیا هغه ځای نه ځي ویلډنګ. نو دا سلسله په سلسله باندې کار مخته روان دی. دا اوسپنه چې کټ کیږي د بمبې د کوم وسایل لپاره دی؟ هغه اوسپنه غونډه پایپ چې دی یا هم هغه نور وسایل لپاره؟ نو دا کې ماشین چې دی، دا د هر څه شي وسایل لپاره اوسپنه کټ کولای شي، بغیر د هینډپمپ نه نور داسې شیان دي لکه ګریټنګ یا نور داسې شیان راځي، هغې لپاره ټوله کټۍ په دې باندې کېږي. دې ځنه بیلته ځي. اوس اوسپنه کټه شو؟ اوس کټه شوله، اوس پورمین صاحب کټه کړله. نو کوم چې دغه و هغه ناپ یې کټ کړو، اوس دی دغې نه بل ماشین ته. نو راځه چې په ګډه هغه بل ماشین هم وګورو. راځه بیننده عزیز، آهن را که شما در دست ما میبینین در ماشینی که قبلا دیدین خواستن که اینجا برش کنن. پس چه خوب است که ما همی آهن کت شده را به برادر ما بتوم و ببینم که ازی چی میخوان که آماده کنن. برادرم بفرما و کار ده شروع کن. رئیس صاحب، تاسو په خپل معلومات ورکړئ چې دلته په دې اوسپنه باندې څه کیږي؟ نو دغه مونږ چې کله د کینچي نه کټایي راوځي، مال کټایي وشي په سایز باندې، بیا د هغې نه وروسته راځي. دا پریس ماشین دی او دا زمونږ ټولې ډایانې دي. نو دغه زموږ ټولې دغه پریس ډایانې دي، دا کوم چې هینډپمپ جوړوو دې مطابق دغه ډایانې مونږ ورته جوړې کړې. دلته چې کله راغله، هغې کې خپل سوري وهل کیږي یا جرونه پکې وهل کیږي یا د باډۍ بینډنګ کول کیږي. دغه ټول کارونه مونږ په دې ماشین باندې بیا کوو. رئیس صاحب، ډای څه لپاره ده؟ ډای د دې لپاره ده چې کله مونږ د بینډنګ یا د بینډکاري لپاره یو پلیټ جوړو، هغې کې بینډنګ راځي، هغه کات کوي. نو ډای یې دې شي لپاره ده. رئیس صاحب، مونږ دلته ګورو چې دا اوسپنه قات کیږي یا قطول کیږي، څه لپاره دا کار کیږي؟
او دا د مونږ د هند پمپ یو سیخ د سیخ تولید لپاره به مونږ د جیګان یو ګان جوړو دا به په غیر پوری ویلډینګ کې چې درڅو هغه کې چنګک جوړ شي او بیا یو بلکې سره سریخ کو دغه ماشین یو خاص چرخ لري دا د برق په واسطه باندې چلانېږي او دا د برق په واسطه باندې چلانېږي بغیر د برق نه دا کار نه کوي رئیس صاحب دلته مونږ اوس په نګورو چې قات شوې ده دا هم امغه اوس په نه ده چې دلته ورور په کار کوي او دا ما غوښ په نه ضرور فکر کوي دا بیا دایل پر ده او دا بیا دې زنځي الته وسازان ته وسازان به تا سیخ جوړوي چنګکونه جوړوي چې یو بل سیخ کې بند او بره و بس رئیس بیا نه بعد لدینه چې وس په نقاط شو بیا زید سیخ لپاره او بیا زید سیخ لپاره نو صبر خدش په ګړې وګورو ابن دا عزیز ما می سیخ میگیرم و می برم با استاد که می خواهن سیخ بمبر آماده بسازن بریم با همه جا مراحل دیگر نیز می بلت جهنم خفلو تا جنات زیات تر لندن امریکا زینات زیات تر لندن امریکا زینات بنده عزیز پارت دوم برنامه است و ما هم در بخشی هستیم که اینجا ولدن کاری است استاد جان در رابطه با مرحله ولدن کاری بر ما بگین که چرا هنم بخواین ولدن بسازین خب بس کار ما که از گزمی ولدین از پریس که آمد می طرف طرف ولدین از همینجا که ولدین ما شروع میشه با زمان تو مثال هر بی پرزه پرزه زگه یک پرزه چیجا جور میشه دیگه پرزه چیجا جور میشه با زمان تو ما میرم مرحله آخیر این مرحله دوی ماست که ما در اینجا که ولدین شروع میگه کدام ما هر می خواهی خورد ولدین بسازی؟ این بس ای را میگن ما با زبان انگلیسی دیگه نامه از کلی با انگلیسی سکی را میگن جیپالیت جیپالیت ما فعلا ولدین میکنیم در اینجا جیپالیت هم را با یاهن خورد کجا گرفتین قاد کردین میخواین ولدین بسازین؟ ها این سیخی که ما قاد کردیم قطعی از این ما ای را ولدینگ میکنیم که این مرحله دومی کار است باز از این میره مرحله سیومش بازو طرف است ما این سیخ دیدیم پیشتر که خورد گرفتی قاد کردی باش که ما به کار خورد مزاحمت نکنم این را قاد کردی باز خواستی که ولدینگ بسازی چرا ایره میخوای که امرا با جی پلیت یک جا ولدینگ بسازی کاربرد از سیخ باز چی میشه باز یکی از دیگه از همینجا مرحله دومی کار از دیگه شروع میشه مثال این دوجا باز نمیشه ما دمیجا باز ایره ویلدینگ میکنیم که باز اینجا مکمل ویلدینگ شد این پاک میشه و بازوجا میره مرحله دومی شو طرف از دیگه مرحله سومش خودت کار تکو و من معلومات میتونم با دوستا دوستان عزیز شما رو تصویر میبینید که برادر ما میخواد که سیخ ولدینگ بسازن اینجا حرارت هم بسیار زیاد است و هم سیخ کس پرش بسیار زیاد دم داره نمیتونیم که بسیار نزدیک شویم وسایل ما را هم خراب میکنه و خدا نکنه که با مسئله سی هم مواجه نشویم شما میبینید که برادر ما سیخ ولدینگ میسازه خودش ماشاءالله لباس ایمیدی هم داره و عینک هم بچم خود میگیره شما بیننده برنامه هستید سیخ هم میخوای که ولدینگ کنن بعد از او باز با مرحله سوم برنامه میریم که میخواییم که با مراحل دیگه نیز برسانه بیره دوستان عزیز شما تصویر میبینید که بازم مرحله ولدینگ کاری است برادر ما اینجا میخواهند کار کنند و این آهن قاد شده را که به دست ما ببینید سیخی است که قاد کردن اینجا میخواهند که ولدینگ بسازند شما نگوین که چرا دوباره اینا را میخواهند که ولدینگ بسازند این سیخ را دوستان سیخ کلان اینا را میخواهند یا سیخ هم که دراز است میخواهند که امرو بازی یک جای قسم ولدینگ بسازند پس خوب است که استاد خودت در رابطه با کارت بر ما بگی که چرا میخوای که سیخ با دیگر ولدینگ بسازی در خاطر که پارش ده نو یو ده کنه بله تا دخته ور ولد کو ال تبیا جی ولد کوش دا یو ته په بل باندې وچ سپیږي اتانه وبر وخیږي دا سیخ خو مون مخ کې ولیدل چې ال ته قات ک یا هم برش ک ام غاول نه نو دا غټ سیخ با کوم ځای کې جوړ شوی دا د فابریکه کې جوړیږي دا غټ سیخ ګوره دل دا غټ سیخ همشته دا کوم ځای کې جوړیږي دام دقیق پر بیا جوړی هغه نیمه بارا ده هلته تیزاب کلی میگی او برابر نه کشکیږي بیا راځي سټیټر ته اته سټیټر اسی دکیږي چې سیدا شي بیا موږ ترازی موږ ولټ کوو دا سیخ چې لپاره ده دا د څا ده پاره د څا ده پاره د بمبې ده پاره خدای د دې لپاره هم چې یعنی دا د بمبې لپاره لاندې اچول کیږي که پاسا اچول کیږي که فرق نه کوي او سره دا په پایپ اچول کیږي یا په بل باندې کیږي هلته یو طرف چوي نه هلته جیور ته وایي دغه نه تفاوت لري یا بل سره اچول کیږي بیا په څاکل ویږي په پایپ ما باندې کې بیا چلاس دی وای دا کته پورته کیږي او برج کیږي چی پالیت اوس پنا دی اوس پنا سره سفر لري دا خو یو پالیت ته دا یو دا چی پالیت او یو پالیت شل بار کارول کیږي دا را دی وسیخ د پار کارول کیږي یا یو سر کې یو بل سر کې هغه دلته مثلا دا سه بند نه ده مکمل دلته یو غلری چې دا غ یخت ورول ویږي دا غینه مثلا دا جی پالیت دا یو طرف ته لګي
دا یو دغه مابین ته داس ورځي داس د دې لپاره چې یو سیخ بل سیخ سره ونخلیږي تقریبا یو بمبا لس سیخه غواړي بل بمبا ته سیخه غواړي داس شل سیخه غواړي پنځه لس سیخه غواړي اترغه پر څا پر پارک د صاپا مغه اندازه باندې دا سیخ سو ملي بي دا د اتنیم نه ونی ساتر لس ملي پر مثلا پامیر بمبا ته لس ملي لګيږي یغه نشکمه بمبې یخت نه ملي اتنیم ملي اتنیم ملي نه کته بیا نو تلګي زمونږ هیوادوال چې غواړي مثلا یو شل مترسا ولري د بمبې والا سا ولري کوم ملي سی خورته ډیر خدای اتنیم ملي ک لس ملي نه شل شل متر وی تر اتنیم ملي پر نه ملي پر تر په غو کوي او د یو نکته چې مثلا 40 متر 50 متر به لس ملي ورته یعنی څومره چې د دې ملي زیاتیږي هغه مقاومت به ډیریږي مقاومت ډیریږي چې وتوانی کې چې وبر او باسي بعد لدينا چې دا سیخ یا هم جی پلیټ یا بل سره ول دین کیږي بعد لغنه کوم مرحله ده بیا یې نه بعد زیات تیزاب کې لویږي چې د غړواله ختم شي یې نه بعد بیا کډیم ورته وي سپید کیږي کډیم کیږي بس ذاتی مکمل شو ذاتی بیا خریدارات وي ژوند اوسه سلامت اوسه مننه بیننده عزیز با همه یک جدیدیم که استاد در رابطه با مرحله ولدینگاری که جی پلیت امرا با سیخ کلان یا سیخ درازی که بود خواستن ولدینگ بسازن بریم با همه یک جا مرحله شو را نیز میبینیم که میخواین در تیزاب سیخی که چرب است یا با موبلین چرب شدن میخواین که شستشو بتن بعد از اون مراحل دیگر را نیز میبینیم کاری هوا جنتی تهر صحرا جنتی تولالو گوهر برینده عزیز مرحله ولدینگ کاری را با همه یک جا دیدیم که اینجا برادران ما خواستن ولدینگ کنن و جی پلیت را امرا با سیخ ولدینگ کردن در رابطه با تولید سیخ که چی گونه سیخ آماده میشه از خود استادی که اینجا مصروف هستن اصلا میشه سلام استاد و علیکم سلام تاسو په خپل معلومات ورکړئ چې یو سیخ سره کوم ماده کیږي سیخ هغه زنده دار کیږي یالته تیزاب کې اچو بیا نرمیږي دلته چوړی کش کیږي مثال نه ملي سیخ چې باسو د دوای د اتمی ملي چوړی وو بیا دلته پړای کې ورکول کیږي نه لس ملي نه ملي اندغه سیخ یا اوس په نشته سو غوړ دلته آماده کیه چمتو کې سو ملي د اتنی ملي د اتمی ملي د سو ملي د لس ملي سیخ نه اتمی ملي باسو دا سپونو شمه دا سره رقم دی یعنی لس ملي سیخ نه اتو ملي بس دا سره رقم دی دا کشکیږي سره یو متر نه یو نیم متر جوړیږي ها یعنی دا د سه کشکیږي او بل سره کشکیږي یو متر نه یو نیم متر جوړیږي دا چرخ چلو پاره ده تاسو غواړئ چې د سه چرخ هم ورکړه چلو پاره ده دا اوسونه دا ډای د پاره ماده کیږي مثال دا سیخ د بل دی ته معمولی یو نیم ملي کټ ورکو به دای کی وردی چوړی پاره بل دې نشي دای هم ماده کیږي دا سیخ هم ماده کیږي بیا سیخ کیږي بیا کټ کیږي د دې خپل سایز د خپل سایز باندې کټ کیږي بیا هغه باندې سیده کیږي ول ماشين باندې بیا ویلډینګ ته ماده کیږي نور ورونه هم دلته کار کوي دوی غوړ څو کی هغه هم دا کار کوي څو کا ماشين باندې لګي هم دلته کار کوي دوی هغه اوس فنا تاسو اوس من سره فرق لري نه هم دا یو شی دی دوړ یو شی دی او دوړ یو شی دی بل دینه چې سیخ ماده کیږي بیا تاسو غوړ څو کی سیخ چې آماده شي بیا موږ ویلډینګ والا ته ویلډینګ کوو ویلډینګ والا ته آماده کوو بیا نه ویلډینګ کیږي بیا ویلډینګ کیږي بیننده عزیز برادر ما گفتن که ما می خواهیم که اول سیخ آماده کنیم بعد از اینکه سیخ آماده میشه میرن اونجا مرحله ولدینگ کاری است که بازی را میخوان که ولدینگ بسازن چندین بار را ولدینگ بسازن تا خوب محکم شه و بتانن که سیخای بسیار متفاوت آماده کنن بریم با هم یک جا مراحل دیگر نیز میبینیم گران افغانستان دادا دلان و وطن دادا شهیدان و وطن طول لرو بر بیننده عزیز از ابتدای برنامه دیدیم که سیخ آماده کردن ولدینگ هم شد ما از رئیس را میپرسم در رابطه به مرحله شستشو بر ما بگوین که سیخ وقتی که میخواین که بخاطر چربی ها یا موبلینی که در سیخ هست شستشو بتن با تیزاب یا با آب روزانه چقدر وقت میشه که کار میکنن و فعلا چرا در این فابریکه شستشو نمیتن رئیس بس شما میشنیم سلام علیکم
نو دغه سیخونه مونږ بازار نه راړو بیا دلته د اول مرحله کې ځي تیزاب ته تیزابو کې د سیخ خپل نرم کیږي بیا هغې ځای نه ځي چوړۍ ماشین ته هغې کې یو ساکټ جوړېږي هغې نه وروسته ځي بارې ماشین ته چې هغه 12 میلی وي هغه مونږ راولو 10 میلی ته خپل سټنډر ځای ته د هغې نه وروسته ځي بیا بینډنګ ته کټایۍ ته هغې نه وروسته ځي ګلوانایزنګ ته چې هغه دغه بټیانې دي نو ګلوانایزنګ چې کله مونږ وکړو نو هغه تای مراحل یې ټول وشي خلاص شي نوری صاحب اوس ولې ګلوانایزنګ یې شست شونه کیږي اوس خو د جست مسالې د مخکې به د جست د ایران او د غنه راتلل که نه اوس مشکلات هم زیات دي او نرخونه د مارکیټ بهر ملکو کې ډېر جګ دي نو د دې وجې نه مونږ دا کار کړی دی نو که خدای پاک وکړل چې مونږ د افغانستان خپل تولید استخراج وشو هغې کې مونږ شو نو دا کار بیا ډېر ښه روان دی کې حتی یو دانه د برق پایې دي نور داسې غیر وغیره شیان دي چې هغه ګلوانایز ته ضرورت لري جست ته ماشاءالله زمونږ افتخار است چې زمونږ په هیواد کې دغسې فابریکې لرو او تولیدات لرو رئیس صاحب بال دې نه چې اوسپنه یا همسیخ مینځل کیږي بیا څه کیږي او دا خو بیا ځي د کار ساحې ته چې هلته مطلب بامبه ولګېږي هغې باندې اوبه او خلکو ته سهولت جوړ شي ژوندی اوسئ مننه بیننده عزیز بخش دوم برنامه را نیز با هم یکجا دیدیم که در رابطه به شستشو و ولدین کاری سیخ بود پس قبل از اینکه ما مرحله سوم برنامه را یا پارت سوم را آغاز کنم چه خوب است که یک وقفه خیلی کوتاه را ببینیم و سر زود برمیگردیم زړه سر یار دای مو د زړه سر زړه د ټول اسیا نوم یې اریانا هس کې پر دنیا تاج د غزا هس کې پر دنیا تاج د غزا شور لري د سپینو تورو لار ته جنت د حورو الله اکبر با سلام سلام مجدد بیننده عزیز علاقه مندان برنامه اقتصاد و پرمختگ قسمی هم که شما میبینید پارت سوم برنامه است و اینجا میخوان که سیخ را که آماده کردن در این فابریکه تولیدی شستشون به اتمام رسید همه کارا شلوار شده میخوان که یک رنگی خاص به سیخ بتن ما از خود رئیس صاحب میپرسم که در رابطه با ما بگن که کدام رنگ میخوان که به سیخ بتن نو دغه مونږه د ګلوانایز رنگ ورکو دغه سیخ چې هلته کوم تولید ده بیا دلته راځي تیزاب وته تیزاب نو راځي اوبو ته دا اوس اول مرحله ده چې مونږ یې ټنکۍ ته کوزو دا سپیو نه دی به اوس ټنکۍ ته کوز کی نو هغې نه وروسته دا مونږ د جستو رنگ اخلي او جستو رنگ ورکو رئیس صاحب دا ټنکۍ کې اوبه شته که کوم خاص مواد نه نه دې کې خاص مواد دي دې کې کیمیکل دي خاص مواد دي نو بغیر د دې نه بیا رنگ نه اخلي دې کې مونږ جست هم استعمالو او دې کې نور کیمیکل هم استعمالو تاسو ول چې جست استعمال کیږي بیا جست څه لپاره ده دا جست خاص په دغه وسپنه د پاسه یو کلر ورکوي لکه پوخ ورکوي چې تر څو هغه وسپنه ته زنګ ونه رسي او دغه مقاومت د پاره ورکوي چې زنګ ونه رسي او سی خراب نشي رئیس صاحب تاسو مخ کې ویل چې هلته سیخ کله چې آمده کیږي بیا مینځل کیږي نو رنګ څه لپاره کارول کیږي یا تاسو ولې ورته رنګ ورکوئ نو څه فرق یې خو چامه څه میږي څه فرق یې نو پر خو دا کوي چې که چیرې مونږ دغه هغه ته کوز کړو اوبو ته کوز شي دا سیخ لاړ شي نو بیا هغه دا سیخ هلته په اوبو کې زنګ کوي او دا ځکه مونږ دا رنګ ورکوو چې دې ته پوخ ورکړل شي او زنګ ونه کړي سیخ یعنې فعلا آماده شو او دغه آماده شو دا سیخ دوستان عزیز شما رو تصویر میبینید که سیخ آماده کردن باز هم خواستن کنجا برن قرار بتن در مواد خاص و او آب است همراهش مواد خاصی که هست اینجا مخلوط کردن و خواستن که سیخ آماده کنن رئیس در رابطه به ایدگاه چاها بر ما بگین که اینجا چی کار برده داره آقا اول تنکه چی داره که تیزاب دی داره وست پانا چی رازی داره تیزاب زنگ لری که یقی زینه او روست رازی دی او بوتا چی بیر تا داره کم دی تیزاب که موادی آقا لاس آور نکلی بیر رازی تنکه تا رئیس رازش نجی نو گرو سی خاماده ده مکمل مشکل خوبه نیست به کلاس و هم نه 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 ایست مشکل نشته دوستان عزیز شما سیخ را که در تصویر میبینید سیخی است که در همین فابریکه تولیدی را آماده کردن اینجا هموطنان ما زحمت کشیدن سیخ به خاطر بمبا آماده کردن حضرت صاحب در رابطه با این بشنام که فروشاتشان چگونه است چی کار بوده داره و آیا فروشات اقتصادی خوبی دارن یا خیر اوس خب پل حال دا زمونگ آخری مرحله ده دا زمونگ سیخ تیار شو مارکیت لگ فل حال کمزور ده
ژمه هم راغی او د برکم سم مسائل دی برکم کلوی او کلنوی نو دغه مشکلات نور ان شاء الله مونږ آینده کې کوشش کوو چې مونږ تولید زیات هم شي او مونږ سره په کارخانه کې څه کسان زیات کار وکړي مخکې مونږ سره ډېر څلوېښت کسان کار کوو اوس مونږ سره تعداد د کسانو کم دی نو دغه اخري مرحله ده د نه بل لاړ شو مخکې د هینپام شتور به تاسو وګورئ ریسپ یعنی نور مرحله هم پاتې دي او یو مرحله د هینپام د شتور پاتې ده چې تاسو د بمبي ووینئ او د سیخان عادي شاین غوکي مهرباني پګړی ګورئ ویدی تل ودان خو د مسلمان ګران افغانستان بیننده عزیز در این قسمت از برنامه میخوایم در رابطه با وسایل مکمل یک بمبه برتان معلومات بدیم که شامل چی چیزهایی میشه او رو تو پخپل معلومات ورکا سید دغه چې دغه رادینګر د سیخ په سر کې ورزی کله چې بمبه مکمل اوله کیږي می دغه پیش ته دغه سیخ په سر کې ورکول کیږي د سټیټ کیږي کله چې او لابر به شلو پاره ده او دبل چې دغه د بمبه د پای په سر باندې ورزی دغه شی د پای په سر ورزی چې د وب کته لاړ نشي ربړکا ونومي دا دلته مونږ اوس باندې هم ګور دا اوس باندې بچلو پرده دا چې دا دغه تاغه دی پین وای دا د دغه غه د لاستی په پلاستیک ورزی کله چې مثال دغه وروشه وغه لاستی مکمل جوړی کې بمبه د پاره ډیر مننه مننه تاسو ښه ډیر مننه بنیدا عزیز در پارت سیم برنامه هستیم قسمت از برنامه است که لحظات پایینی است ما در رابطه با وسایل بمبه کینجا آماده شد از خود رئیس سیم میپرسم که امروز چرا خواستن که تنها سیخ بمبه را تهیه کنند رئیس صاحب از شما میشنویم در رابطه با اینکه امروز چرا خواستین تنها سیخ آماده کنین مننه نو د زمونږ ټوله کارخانه اخري زاده چې مونږ ټول کارخانه کې هند پمپونه یا سیخان تیاریږي او دلته راځي د ځنه به ولایت تقسیمي رئیس صاحب تاسو مونږ ته معلومات ورکړي چې نور ولایت کې هم تولیدات لري تاسو که یوازې په کابل کې تولیدات لري نه صرف مونږ کابل کې تولیدات او صادرات هم بیا څنګه یوازې په کابل کې صادر کی که نور ولایت کې هم صادرات لري نه نور ولایت ته ډېر ولایت ته مونږ صادرات شته رئیس تاسو د دې پاک لمونږ ته لږ معلومات ورکړئ چې تاسو کله غواړئ چې مثلا همدغه بمبه آماده کړئ یا هم د دې وسایل نورو هیوادو ته هم صادرات لري تاسو که یوازې په افغانستان کې صادر کیږي ستاسو وسایل نو اوس خو فلحال صرف په افغانستان کې مونږ کوشش کوو چې نورو مملکتو ته شي رئیس په هر کار کې یو ستونزه یا هم یو تقاضا له دولت نه خوانه یي تاسو څه تقاضا لرئ دولت نه او نو تقاضا خو ډېرې دي نو مونږ د برق مسله ده د ځای د کرایې مسله ده د مالیاتو مسله ده حتی د مونږ د کوم ایټم مسله ده چې مونږ د بهر ملکونه کوم مال راځي بیا مونږ دلته نو مونږ کوشش دا کوو چې دلته مونږ استخراج هم ولرو او جوړ هم شو رئیس صاحب زمونږ هیوادوال چې خپل له تولیداتو نه ګټه نه اخلي البته بعضې هیوادوال دی هغوی ته تاسو څه ویل لرئ نو مونږ هغې ته دا ووایو چې دلته راشي او دلته خپل استخراج وکړي او خپل وطن ته کار وکړي ډېره مننه مننه بنیندای عزیز رسیدیم به لحظات پایینی از برنامه ناگزیر که با شما خداحافظی کنیم ما برنامه خود امروز اختصاص داده بودم به فابریکی که اینجا تولیدات وسایل بمبه بود قسمی هم که شما از ابتدای برنامه دیدین وسایل آماده کردن و میخواستن که در دسترس هموطنان ما قرار بدن دوستان واقعا هر تولیدی که در کشور ما است باعث رشد اقتصاد کشور گردیده و ما میتونیم که یک اقتصاد بسیار خوبی داشته باشیم از شما ایزان که بیننده برنامه بودین خواهش میکنیم که لطفا از تولیدات وطنی خودتان استفاده کنین تا باشد که ما یک اقتصاد بسیار خوبی داشته باشیم تا برنامه بعد که باز هم میلاد حدید با جمع از همکاران خود و همکار خوبم امی جان که همیشه همراه ما همکاری داره در بخش کمره در خدمتتان قرار میگیریم شما را به خداوند یکتا و بی‌نیاز میسپارم وقت اوقاتتان خوش